هفته دوم 17 نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو در حالی به کار خود ادامه می دهد که موضوعاتی همچون لیبی، بحرین، سوریه و ایران از جمله مهمترین موضوعات مطرح شده در این نشست می باشند. در همین ارتباط گفتگویی انجام دادیم با دکتر حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر از ژنو. جناب آقای نایب هاشم، لطف کنید ما را در روند اتفاقات رخ داده در دو سه روز گذشته در نشست شورای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو قرار بدید. بله، دو سه روز گذشته هفته دوم کار 17 اجلاس شورای حقوق بشر هست. هفته اول اختصاص داشت به گزارش خانم پیلای و گزارشگرهای ویژه و برخورد نسبت به اون. این هفته هفته عاجل‌ترین مسائل جهان هست، موارد نقض حقوق بشری که به شدت صورت میگیره، به اضافه بررسی ادواری کشورها که و در روز آخر هم پنلی هست در مورد زنان، خشونت علیه زن. امروز در واقع روز سومی هستش از این هفته که روز دیروز و امروز به هر حال مسئله بررسی ادواری چند کشور صورت گرفته که خب در این دور کشورهای خیلی مطرحی کمتر هستند. شاید در میان اونها بشه به اتریش، استرالیا که بیشتر مطرح هستند ازش یاد کرد، ولی در این حال مسئله که خیلی در این روزها در شورای مرکزی شورای حقوق بشر مطرح هست مسئله لیبی هست. قرار بود که روز دوشنبه راجع به لیبی صحبت بشه که تعویق افتاد به امروز، ولی در اونجایی که از اونجایی که نمیدونستن که کدام یک از افراد اعزامی از جانب لیبی رو، یعنی کسی رو از در واقع نزدیک هست به قذافی یا کسی رو که نزدیک هست به اپوزیسیون قذافی بپذیرند، هنوز نتونستن به توافق برسن و مطلبی بعد امروز در دستور قرار میگرفت دوباره به فردا موکول شده. این مهمترین مسئله این هفته است. البته خب یک مقدار هم بحث بود راجع به گزارش در واقع گروه کار یا اتاق فکر بگیم شورای حقوق بشر که مطلبی رو تهیه کردن، اطلاعی رو در مورد حق صلح و همچنین پروتکل الحاقی سومی پیشنهاد شده به شورای حقوق بشر در مورد حقوق کودک، یعنی پروتکل الحاقی به کنوانسیون حقوق کودک که آخرین مراحلش داره میگذرونه و این انتظار میره که در این اجلاس به تصویب برسه و بعد از اون یک ابزار جدیدی برای اینکه از حقوق کودک بشه بهتر دفاع کرد در ساختار سازمان ملل به وجود. از ماجرای انتخاب گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران چه خبر؟ آیا رایزنی‌های خاصی انجام شده؟ آیا مشخص شده که چه کسی احتمالاً این سمت رو بر عهده خواهد گرفت؟ بله، کماکان بیشتر آقای احمد شهید مطرح هستند به عنوان شاید گزینه اول، ولی که بحث خاتمه یافته نیست. همونجور که عرض کردم بیشتر الان اشتغال فکر بر روی مسئله لیبی هست و خب مسائلی مثل سوریه و ساحل آج هم در دستور هستن به عنوان مسائل خیلی عاجل جهان. همون روز که روز آخر روز 17 هم تصمیم نهایی گرفته خواهد شد. تمایلات مختلفی رو بعضی از کشورها نشون میدن، مثلا در مورد آقای روبرتو توسکانو که خب ایشون در شناخت خیلی بیشتری دارن راجع به ایران نسبت به آقای احمد شهید، و به هر حال این دو نفر شاید شانسشون بیشتر باشه از آقای میدانی، آقای امین میدانی که از کشور سودان هستن، حقوقدان برجسته سودان هستن، به همه این سه نفر مدافعان حقوق بشر هستن، سالها به هر فعالیت سیاسی و فعالیت حقوق بشری داشتن، هر سه میشه گفتش که فرد مناسبی هستن، ولی که خب سازمان‌های غیردولتی ترجیح میدن که کسی انتخاب بشه که در بیشتر در دسترس باشه. به هر حال چون موقعیت جغرافیایی مالدیو و سودان جوری هستش که خیلی از فعالان حقوق بشر نمیتوانن دسترسی مکفی پیدا کنن بهشون،
البته خب سراغ دیگر قطعا هست، مسئله اینترنت و مسئله فاکس و نامه و غیره و غیره، ولی خب شاید دیدار حضوری نقش خودش رو داشته باشه، تاثیر خودش رو داشته باشه. این عامل رو در نظر بگیریم، به هر حال آقای توسکانو از زاویه فعالان حقوق بشر ایرانی میتونن مناسب تر باشن، در این حالی که خب شناختشون هم ایشون خب تقریبا کامله با 5 سال حضور در ایران و بعد از اونم رو مسئله ایران همیشه کار کردن، از آخرین از سالهای آخر آقای ریاست جمهوری آقای خاتمی تا الان برای روی مسئله ایران توجه داشتن. ایشون یه تجربه حدودا 10 ساله تجربه خوبی هست. خب آقای احمد شهید اگر انتخاب بشن باید خب هرچند در مقام وزارت خارجه که چند سال بودن آشنایی دارن به امور، ولی آشنایی به امور خیلی کلی تره تا آقای توسکانی که به جزئیات امور اطلاع دارن، و بنابراین یه وقتی رو عملا میشه صرفه‌جویی کرد دیگه.